انتشار سازمانیافته اخبار و ادعاهای ساختگی در جمهوری اسلامی ایران پدیده نوظهوری نیست. با وجود این، 4 ماه آخر سال 1398 از پایان آبان تا پایان اسفند از نظر تراکم انتشار دروغ‌های حکومتی منحصر به فرد بود. اعتراض‌های آبان، آمار جانباختگان آبان، تلافی قتل سلیمانی، ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، انتخابات مجلس 11 و نهایتاً انتشار بیماری اخیر، 6 محور اصلی انتشار اخبار دروغ در طول این 4 ماه محسوب می شدند. به مناسبت پایان سال 98، در مجموعه‌ای به بررسی کمپین ضد اطلاعات حکومت ایران در این 6 محور می پردازیم. نخست اجازه دهید به بازخوانی دروغ‌هایی بپردازیم که در پی اعتراضات آبان، رسانه‌ها و مسئولان حکومتی در مورد این حرکت اعتراضی و شرکت کنندگان در آن منتشر کردند. حرکتی که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین در 24 آبان شروع شد و در طول 4 روز پرتلفات ترین اعتراضات خیابانی ضد حکومتی را در تاریخ منحوس رژیم جمهوری اسلامی رقم زد. بلافاصله پس از اعتراضات آبان ماه، مقام‌های رسمی ایران طیف گسترده‌ای از اقدامات را به معترضان نسبت دادند. هرچند اغلب اتهامات به میزانی عجیب بودند که حتی بعدها در نشریات حکومتی ایران نیز تکرار نشدند. علی ربیعی سخنگوی دولت در 29 آبان 1398 گفت که به ما گفتند برخی اجازه تغییر شیفت در پالایشگاه اصلوی را نمی‌دهند و به برخی لوله ها دینامیت بسته بودند. او همچنین از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نقل کرد که معترضان می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند. در 30 آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات سازمان بسیج اعتراضات را جنگ جهانی تمام عیاری علیه نظام و انقلاب توصیف کرد و مدعی شد که فتنه‌گران کشتار نصف ایران را در نظر گرفته بودند. این فرمانده تا آنجا پیش رفت که گفت برای اولین بار با هماهنگی و سازماندهی خاصی مواجه شده بودیم، به طوری که معترضان کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تا به حال ندیده بودیم. در همان روز حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور اعتراضات را با عملیات نظامی مجاهدین خلق در پایان جنگ مقایسه کرد و گفت که خیال کردند عملیات فروغ جاویدان دو را کلید زدند، ولی حالا به خوبی فهمیدند که در واقع عملیات مرساد دو کلید خورده است. فروغ جاویدان نام نبردی است که توسط سازمان مجاهدین خلق طرح‌ریزی شد و در اواخر جنگ ایران و عراق بین مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی شکل گرفت. عملیات مرساد پاتک نیروهای رژیم جمهوری اسلامی در پاسخ به عملیات فروغ جاویدان است. اول آذر علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه بدون توضیح بیشتر فضای اعتراضها را به عملیات کربلای 4 تشبیه کرد که بزرگترین شکست نظامی ایران در دوران جنگ با عراق بود. با ذکر اینکه نیروهای حکومتی برای مقابله با اعتراضات 48 ساعت جنگ کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در 5 آذر ماه گفت که نیروهای انتظامی در جریان اعتراضات با لشکر غمکشان و مسلحان روبرو بوده و تعریف کرد که ما با هسته های 4 و 5 نفره مواجه شدیم که در آن گروه ها یک خانم حضور داشت و با کوکتل مولوتوف، غمه و سلاح سرد حملاتی انجام دادند. همه زیرساخت های اصلی کشور از جمله بزرگراه ها و جاده های اصلی را نشانه رفتند. چون این ادعاهایی مشابه نگاه خامنه ای به اعتراضات آبان بود. او از جمله در 6 آذر ماه این اعتراضات را حرکت تخریب، شرارت و آدمکشی و یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک توصیف کرد که به قول او آن همه پول خرج آن شده بود. رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی ایران از ابتدای اعتراض‌ها شرکت کنندگان در اعتراضات را به نیروهای خارجی متصل دانستند، رویه‌ای که سپس به مبنای اعترافگیری از بسیاری از دستگیر شدگان تبدیل شد. در 27 آبان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای معترضان را به آمریکا وابسته دانست و مقام‌های آمریکایی را سرشبکه شرارت و کینه‌توزی ضد ایران معرفی کرد. روزنامه کیهان در 28 آبان نوشت برخی از بازداشت شدگان در اعترافات خود گفتند که قرار بود اگر شناسایی شدیم
با سرپل‌ها تماس بگیریم تا از کشور خارج بشویم و چنانچه شناسایی نشدیم مبلغی دریافت کنیم و برای آشوب‌های بعدی آماده باشیم. سالار آبنوش در 3 آبان از تشکیل ائتلاف شیاطین به معنای واقعی خبر داد که شامل صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان می‌شد. او همچنین اعلام کرد که در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده و وعده داد که اطلاعات تکمیلی پس از اعترافات اعلام خواهد شد. علی فدوی جانشین فرمانده سپاه در اول آذر گفت که همه خبیث‌های عالم از اعتراضات پشتیبانی کردند. او تأکید کرد که هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبود. البته در مورد نقش ویژه‌ای که برای فرانسه قائل شده توضیح بیشتری نیز نداد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در 28 آذر از نقش آمریکا، اسرائیل، عربستان در اعتراضات خبر داد و ابراز امیدواری کرد که مسئولان امنیتی اطلاعات به دست آمده را در رسانه ملی پخش کنند. همزمان با اظهاراتی از این قبیل، سخنگویان حکومت مدعی شدند که اتباع کشورهای دیگر در وقایع آبان نقش تعیین کننده‌ای داشتند. روزنامه کیهان در 28 آبان از قول مدیر حوزه علمیه استان فارس که مورد حمله عده‌ای از معترضان قرار گرفته بود نوشت عده‌ای از مهاجمان با صورت‌های نقاب زده اسلحه کلت به همراه داشتند. تازه بعضی از آنها هم ایرانی نبودند و به زبان‌های غیر از فارسی صحبت می‌کردند. خبرگزاری فارس در 28 آبان از دستگیری یک تیم 7 نفره در حمله به بانک ها خبر داد که همه آنها اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بودند. همین خبرگزاری در 29 آبان از دستگیری تعدادی از لیدرهای اعتراضات در کرج خبر داد و نوشت بعضی از آنها آلمانی، ترک و افغان بودند که تجهیزات ویژه خرابکاری از آنها کشف و ضبط شده است. در 30 آبان، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی از بازداشت یک بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک سخن گفت و اعلام کرد از بازرسی در منزل وی تجهیزات مربوط به جاسوسی و دیگر تجهیزات الکترونیکی کشف شده است. با وجود تمام این ادعاها با گذشت 1.5 ماه از اعتراضات محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور به بیان سخنانی پرداخت که در واقع اذعان صریح به میزان اعتبار ادعاهای مکرر دستگیری اتباع خارجی بود. او در 11 دی ماه گفت که در حوادث آبان ماه از اتباع خارجی کسی بازداشت نشده است. به روال معمول موضوع پررنگ بخشی از تبلیغات رسانه‌ها و مسئولان حکومتی وابسته دانستن معترضان به گروه‌های برانداز بود. به دنبال جلسه غیرعلنی 26 آبان مجلس با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، برخی از نمایندگان به نقل از شمخانی از اسنادی سخن گفتند که از حمله گروه‌های سازماندهی شده از طرف منافقین و ضد انقلاب به بیان آنها به مأموران انتظامی حکایت داشتند. سپاه پاسداران نیز در بیانیه 27 آبان خود مدعی دست داشتن منافقین و خاندان پهلوی در اعتراضات شد و از آنها با عنوان گروهک شیطانی و جنایتکار نام برد و همچنین گفت که خاندان منحوس خبیث پهلوی پشت این اعتراضات بوده است. در همان روز سپاه سیدالشهدای استان تهران اعلام کرد 2 تن از نیروهای بسیج و 1 نیروی سپاه پاسداران کشته شده و نحوه شهادت هر 3 همانند ترورهای دهه 60 به دست منافقین است. در 29 آبان رمضان شریف سخنگوی سپاه مدعی شد که هزینه های اغتشاشگران آبان از طرف سلطنت طلبان پرداخت می شود. در 26 آذر محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از نقش داشتن یک گروه داعشی جدید در اعتراضات خبر داد با این توضیح مبهم که داعش قبلی از اسلام می گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند. در کنار این قبیل اظهارات رسانه‌های رسمی همچنان به انتشار ادعاهای مشخص علیه برخی از دستگیر شدگان پرداختند. تلویزیون جمهوری اسلامی در 26 آبان مستند واقعیت ماجرا را روی آنتن فرستاد که در آن اعترافات عده‌ای از دستگیر شدگان پخش می‌شد. مثلا شخصی می‌گفت که مستقیم از شبکه الاحواز دستور می‌گرفتی. فردی خبر می‌داد که در اینستاگرام عضو گروه ارتش فیروزه‌ای شده. شخص دیگری اعتراف می‌کرد که از طرف مریم رجوی با او تماس گرفتند و دیگری خبر می‌داد که با گروهک‌های ضد انقلاب و تجزیه طلب در تماس بوده است. برنامه 23 سیما در 29 آبان اعترافات یکی از دستگیر شدگان را پخش کرد
که می گفت به فاطمه کاراته شهرت دارد، سابقه همکاری با گروه های ضد انقلاب را دارد و با گروه های ضد انقلاب در شمال عراق دیدار داشته است. در همان روز فرمانده سپاه آشورای آذربایجان شرقی هم اظهار داشت که در بین دستگیر شدگان افرادی از مذاهب دیگر نیز وجود دارد. این نمایش های تلویزیونی توأم با انتشار اخبار مشابه سپاه های استانی در مورد دستگیر شدگان بود. مثلا در 27 آبان سازمان اطلاعات سپاه استان فارس اعلام کرد که توانسته 2 نفر از لیدرهای وابسته به گروه های معاند را دستگیر کند که با وعده اقامت و پرداخت پول مردم را تحریک کرده بودند. در همان روز سپاه استان البرز مدعی شد که 150 نفر از لیدرهای مخل امنیت را بازداشت کرده که اعتراف کردند در داخل و خارج از کشور آموزش دیدند. همچنین در 22 آذر اطلاعات سپاه استان اصفهان گفت که 4 نفر دستگیر کرده که اعضای شبکه فعال سلطنت طلب بودند و در بازرسی از محل آنها تعدادی شبنامه، پرچم شیر و خورشید، ابزار شعار نویسی و شیشه های بمب آتشزا کشف کرده است. در ادامه همین اتهامات در 29 بهمن غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با ذکر اینکه در بین بازداشت شدگان افرادی بودند که با جریان نفاق همکاری می‌کردند، به عنوان نمونه به باند امیر آلمانی اشاره کرد که به گفته او در آبان ماه بانک آتش زد و بعد از اقدامات خود به ترکیه رفت اما با پیگیری‌ها از ترکیه بازگشت. در 2 اسفند 98 نخستین احکام اعدام مرتبط با معترضان آبان برای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی صادر شد به اتهام مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با رژیم جمهوری اسلامی. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، هر 3 آنها در ملاقات با خانواده‌های خود تأکید کرده بودند که زیر شکنجه وادار به اعتراف و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و همراه داشتن قمه و چاقو شدند. در این مجموعه 6 قسمتی در قسمت‌های بعد سایر دروغ‌های رژیم جمهوری اسلامی در سال 98 را مرور می‌کنیم و از زبان خود آنها نشان خواهیم داد که چرا می‌گوییم که جمهوری اسلامی در تمام این وقایع به مردم دروغ گفت و مردم را بازیچه حرف‌های بی اساس خود کرد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.